My name is C.R. Bahadurzada. I'm from Afghanistan. ما وقت امرای گولدن گلوری بودم گولدن گلوری چند کسای دیگه هم بود از تیم ما که در استرایک فورس مسابقه میداد و ما را کانترکت وعده کرده بودن در استرایک فورس ولی استرایک فورس وعده خود به جای نکرد و ما را کانترکت ما را به رقم نیست نابود گرفتن امضا نکرده بودن فکر کنم که بسیار دلیلایی بود که این کار نشد. دلیلش چی بود؟ دلیلش ورزشی بود یا غیر ورزشی بود؟ فکر کنم دلیلش غیر ورزشی بود. به خاطر که امی فکر نکنم که اونا خوش شاید داشته بوده باشن که کدام افغان در اروپا در امریکا به خاک امریکا بیرق افغانستان بلند بکنه و اونا نمی‌فهمیدن که شاید مردم امریکا چی رقم عکس‌العمل شاید نشان بده به یا بر ما دیگه از من فکر میکنم شخصا که یا همین چیزا بوده یا چیز مالی نبود فکر کنم به خاطر که من در اون چیزاش بندواز نیستم نبودیم نیستم ولی فکر کنم که چیزای زیادتر چیزای سیاسی بود که دستکار کرد و یک کار نشد ولی وقتی که همراه گولدن گلوری بودم یک تورنمنت گلوری ورلد سیریز جور کردن که 8 مبارز از تمام دنیا که در UFC نبودن از UFC بیرون بودن در اینجا شرکت کردند که سه از این مبارزا فایترهای UFC بودن البته در وقت و از UFC برآمده بودن و من این تورنمنت سه مسابقه دادم و سه مسابقه من در نارکاوت بردم و بعدا UFC برای من بسیار دلچسپی نشان داد مسابقه اول من با یک حریف بسیار قوی از برازیل پاولو تیاگو همراه از او بود و تمام مردم فکر میکرد که شاید سیار بیش از یک دقیقه هم تاب نبیاره و امیر به می فکر این مسابقه را شاید برمه داده باشن که باش پاولو تیاگو یک برد دگان بکنه یک ذره پیشتر بره بر قهرمانی ولی من همیشه سپورت مجدی میگرفتم و همیشه میفهمیدم که اگر زحمت بکشی زحمت هیچ وقت گم نمیشه سپورت ما بسیار جدی گرفته بودم بسیار زحمت کشیدم برای این مسابقه و در ظرف 42 ثانیه بدون از اینکه پاولو تیاگو دستش حتی در جان ما بخوره مسابقه ما بردم در ناکاوت و حالا در بسیاری میگه که در تاپ 10 UFC هستم من مردم می خب در دست خود آدم نیست که آدم بگه که در کجا هستم مگر پاولو تیاگو که در او وعده کرد من مسابقه میداد در تاپ 10 بود و من از پاولو تیاگو در 42 ثانیه به ناکاوت بردم چه تاریخی بود این مسابقه؟ در تاریخ 14 سپتامبر 2012 و مسابقه را بردم حالا مسابقه بعدیم در ماه مارچ است و این مسابقه همراه یک مسابقه یک حریف کوریایی است به نام دونگ یونگ کیم که او هم از حریفی که ما بردم پاولو تیاگو برده و UFC یک مسابقه بین ما از اونا تشکیل کردن در ژاپن به خاطر که او هم در ژاپن مشهور است و من هم سابقه دارم از در ژاپن مردم ژاپن میخواه که مرا ببینه باز در ژاپن مسابقه بتم مسابقه بسیار دلچسب است به خاطر که استایل های ما فرق میکنه دونگ یونگ کیم کسی است که پهلوانی زیاد میکنه یعنی کشتی و گرپلینگ خیلی گرپلینگ زیاد میکنه و من کیک بوکس و بوکس زیاد خوش دارم بکنم به مسابقه خب یک استایل است که یک مسابقه است که بسیار جالب است استایل ورسس استایل که استایل کشتی و پهلوانی و گرپلینگ از او همراه استایل کیک بوکسینگ و بوکسینگ ما مسابقه جالب است و اطمینان دارم که زحمت خودم میکشم اطمینان دارم که بخیر مسابقه ما در تاریخ 3 مارچ باز هم ببرم و امی فکر و خیال که دارم که که در کلیم است برای افغانستان و برای مسلمان ها که یک نام مثبت کمایی بکنم انشالله این قدم دوم است که به این راه میگذارم و انشالله امیدوار هستم که موفق باشم این مسابقه پیش رو که امیدوارم که پیروزی همراه باشه بعد از این به کجا میخوای برسی؟ کمربند قهرمانی تو همین وزن یا وزنه بعد و بعدش چیکار میخوای بکنی؟ اول مسابقه بعدی من بسیار جدی میگیرم به خاطر که یک قدم پیشتر وقت میتونی بوری که مسابقه بعدی ما ببرم قدم پیشتر وقت میتونم برم که مسابقه بعدی ما ببرم ما نمیخوایم که
از مسابقه بعدیم که بیشتر فکر بکنم. ولی در کلمه است فکر که کجا میخوایم برم. مسابقه بعدیم انشالله که برنده شدم، بعدا یک یا دو مسابقه دیگه شاید بتم و بعدا بر قهرمانی شاید بخیر مسابقه بتم، اگر سیاست نشود بین. و وقتی که قهرمان شدم بخیر، من نمیخوام که تنها قهرمان شوم و مشهور شوم و پیسه دار شوم و دیگه کار نکنم. ما قهرمان از خاطر میخوام شوم. ما برای ما شهرت و پیسه هیچ ارزش نداره اصلا، و شهرت و اصلا این چیزا برای ما مطرح نیست. وقتی که ما سپورت میکنم، برای ما مهم است که در تاریخ افغانستان یک نفر باشه که برای افغانستان یک کار مثبت کرده باشه. سهم خودت رو به عنوان یک ورزشکار هنری رزمی ترکیبی ادا کنی به کشور افغانستان. بله، به مردم. بله، و میخوام در تاریخ افغانستان یک پسر داشته باشه که برای مادر خود کرده باشه و ازش توقع نکرده باشه، و من میخوام که اون پسر افغانستان باشم. علاقمندان و جوانانی که زمانی خودشون رو شاید جای تو بگذارن و فکر کنن که زمانی بشن سیار بهادرزاده، کسی که داره برای رسیدن به کمربند قهرمانی مهمترین مسابقات هنری رزمی ترکیبی جهان داره فعالیت میکنه، چه پیغامی داری واسه اونا، چه نصیحتی داری برای اونها؟ زندگی برای هر کس به طور خودش مشکل میباشه، به خاطر که هر انسان در هر موقع که است، در هر حالت که است، مشکلات زندگی مواجه میباشه. و زندگی بخشی و بلندی داره، پستی و بلندی داره، و هر کاری که میکنین کامیابی و ناامیدی ها داره. یگانه نصیحت ما برای جوان ها همیست که زحمت بکشین. ناامیدی ها هست ولی زحمتتان گم نمیشه. یگانه چیزی که در زندگی گم نمیشه زحمت است. در هر رشته که باشی زحمت بکش. اگه امروز نه، سبانه چند وقت بعد، این زحمتت گم نمیشه. و کوشش بکنن که با درسهای خود اول بسیار جدی باشن با درسهای خود، به خاطر که سپورت یک چیزی است که امروز آدم میتونه فردا نمیتونه. و یک چیزی داشته باشه، یک دیپلم داشته باشن که بعد از سپورت هم بتونن با مردم خود خدمت بکنن یا بتونن زندگی خود به آرامی پیش ببرن. چه چیزی از هنرهای رزمی ترکیبی یاد گرفتی؟ من که فکر میکنم مهمترین چیزی که ما سپورت یاد گرفتیم، فکر کنم که دسپلین است. و دسپلین در هر کار انسان که بخوایی که بکنی که دسپلین نداشته باشی هیچ کار نمیتونی بکنی، به خاطر که استعداد چیزی است که خداوند برات داده، و استعداد بدون دسپلین هیچ جایی نمیرسی. دسپلین باید داشته باشی. استعداد بسیار مهم است در هر کاری که میکنی، ولی دسپلین یگانه چیزی است که استعداد و دسپلین که یک جای میشه انسان را به کامیابی میرسانه. قفس یا کیج یا به حال اون چنزلی که تو واردش میشی و در رو میبندن، چه احساسی داری وقتی وارد میشی؟ بله، و پیش از اینکه من در رنگ یا در کیج داخل میشم، من با زانوی خود میشینم و همیشه دعا میکنم به خداوند، و با دعای خود میگم خدایا من پیش خودت با زانو شیشتم سر خم میکنم، ما پیش دنیا سرم بلند نگاه کن و پیش دنیا ما را نشرمان. اینمی دعا را کرده در رنگ میدارم همیشه، و در رنگ که میدارم همیشه قلبم قدر قوی میباشه، به خاطر که امی اعتبار که من دارم به خداوند، اعتبار که من دارم به خود، به تمرین های سقیلی که کردیم و به زحمت هایی که کشیدیم، میفهمم که به جای نیست، به جای نبوده. و امی فکر در کلیم امروی امی فکر به کلیم مسابقه میتم، و اصلا ترس دلم نیست، به خاطر که قدر دوران محبت میباشه دلم برای خداوند، قدر به خداوند خود نزدیک احساس میکنم که اصلا جای ترس به قلبم نیست، و فکرم و اعصابم آرام است، و بخی به یک دنیای دیگه است. سختی های زیادی باید بکشی برای اینکه خودت آماده بکنی واسه همین مسابقه پیش رو، از کم کردن وزن گرفته، تمرینات منظم،
رشته های مختلف، نزدیک 9 تا 10 تا رشته مختلف شما بایستی تمرین بکنید. برنامه‌هات برای این مسابقه چی هست و چقدر سر وزن باید بیای، چه مقدار اضافه وزن داری و مشکلات پیش رو برای این مسابقه چی هست؟ یکوانم مشکلی که ما دارم در مسابقه هایم ایست که کوشش کنم که آگار نشم، خود زخمی نکنم پیش از مسابقاتم، به خاطر که من همیشه بسیار سر خود فشار میارم در مسابقات، در تمرین هایم و بسیار زحمت میکشم و باعث ازی میشه در تمرین های سقیلم که من خود آگار میکنم اکثر اوقات. دیگه فقط کوشش میکنم که آگار نشم. وزن و چیزا هیچ کدام مشکل نیست، وزن نمیشه کم کردیم، کدام مشکل نبوده، ولی یگانه مشکل نمیست که من بسیار تمرین های جدی میگیرم، سقیل تمرین میکنم که خدا آگاه نکنم، فقط یگانه ترس می نمیست و با امید خداوند فکرم هم نفع زیادتر میگیرم طرف تمرین هایم که جای من آگاه نشه، زخمی خدا نکنم و وقتی که تاریخ 3 مارس مسابقه باشه آماده باشم برای مسابقه. آیا به این فکر کردی زمانی برگردی به افغانستان و شاید تو به عنوان موفق ترین ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی بری اونجا و مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی یا کانونش یا انجمنش یا به هر حال به نحوی این رشته رو که تو آموختی آموزش بدی به نوجوانان و جوانان علاقمند؟ بله چرا نه، من این زحمت را که میکشم حالا برای افغانستان، اصل کار ما و اصل پلانای ما که شروع میشه بعد از سپورتم است. حالا من فقط فکر مردم دنیا رو طرف خود میکنم که من یک افغان هستم، بر افغانستان مسابقه میتونم، میخوام نام مسلمانه و نام افغانه به دنیا به یک چیز مثبت معرفی بکنم و وقتی که سپورتم خلاص شوه حاصل امی میشن ما اموده شروع میشه که من چی میکنم برای وطن خود و ما پلان هایی دارم که وطن خود بخوایم کمک بکنم، نه تنها وطن خود، تمام دنیا رو، کسایی که خوشدار من باشن بتانم کمکشون بکنم در هر چیزی که بتانم و زیادتر بر افغانستان بتانم کمک بکنم، به خاطر که افغانستان وطن است که بیشتر از 30 سال جنگ دیده و هیچ کس تر چیز نکرده برای وطن، چیز زحمت نکشیده که به جهان مشهور بوده باشه و ما میخوایم که فکر تمام دنیا طرف افغانستان شود به یک طور مثبت و بعد از سپورت هم به افغانستان میرم، هر کمک که از دستم بیاد، هر خدمتی که برای مردم از دستم بیاد میکنم. راه های ارتباط با خودت رو بد نیست برای بیننده ها بگی، از چه طریق میتونن با تو در ارتباط باشن، علاقمندانی که دوست دارن از پرسش هایی داشته باشن یا بخوان راهنماییشون کنی در این رشته و مسائل دیگه؟ از طریق فیسبوک میتونن ما را تعقیب بکنن، هر کمک که از دستم بیاد روزمره من همیشه کوشش میکنم که علاقمندای به مثبت به چیزای مثبت روزمره تشویق میکنم. خب سیار بهادرزاده، به پایان وقت این گفتگو رسیدیم، اگر مطلبی از قلم افتاده که دوست داری بهش اشاره بکنی از مربیانت، از کسانی که به کمکت کردن یا هر مطلب دیگه، این تو و این بیننده ها بفرمید. ما از تمام بیننده های تلویزیون صدای آمریکا تشکری میکنم که مصاحبه من تماشا کردن و مردم افغانستان، مردم ایران، مردم تاجیکستان که لسان ما را میفهمن، لسان فارسی میفهمن، یک جان تشکر از اینکه اینترویو ما را تماشا کردن و دیدن. فقط جانجوریشون از خداوند میخوایم و التماس دعا میکنم. ما هم برات آرزوی موفقیت میکنیم، به اتفاق همکارانم که این گفتگو رو تهیه کردن با تو، متشکرم که تو این گفتگو شرکت کردی و با سپاس و تشکر از شما بینندگان عزیز، شما برای ارتباط با برنامه دیدار با پیشکسوتان، آشنایی با ورزشکاران از ایمیل ورزش@voanews.com استفاده بکنید و ما رو از انتقادات و پیشنهادات و نظرات خودتون آگاه کنید. تندرست و سرفراز باشید. متشکرم. تشکر.